در حالی که دیپلمات‌های غربی و ایرانی برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای وارد وین شدند، گمانه‌زنی‌ها درباره ثمر بخش بودن این مذاکرات پیش از شروع این دور آغاز شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که هنوز مذاکرات در اول راه است و توافق بر متن خاصی مد نظر نیست. ایران به دنبال تعلیق بخشی از تحریم هاست. تحریم هایی که به عقیده کنراد کرامار، سردبیر روزنامه اتریشی کوریر، اقتصاد ایران را به سرعت به مرز فروپاشی پیش برده است. او میگوید ایرانی ها در وضعیت بسیار بدی هستند. از ارز گرفته تا نفت همه بخش های اقتصاد دچار مشکل شده است. دیپلمات های ایرانی واقعا به پول و قراردادهای جدیدی نیاز دارند. ایرانی ها به راه حل نیاز دارند. به همین دلیل برای آنها حرکت در مسیر توافق ضروری است. روز دوشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تأکید کرد که همانطور که پیشتر گفته بود به مذاکرات خوشبین نیست. و ادامه داد که همانند گذشته میگوید که با وجود خوشبین نبودن به گفتگوها با انجام آن هم مخالفتی ندارد. ایران نقض آنچه را که قرار گذاشته است و عهد کرده است را نخواهد کرد. اما آمریکایی ها با انقلاب اسلامی دشمنند، با جمهوری اسلامی دشمنند. آقای خامنه ای گفت که برای مسئولان دعا می کند، اما همین حالا می گوید که این مذاکرات فایده ای ندارد و به جایی نخواهد رسید. با وجود کاهش تنش بین ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای ژنو، جنگ لفظی بین برخی از مقام های ایرانی و آمریکایی بارها اختلاف های سه دهه گذشته را عیان کرده.